ایران از نخستین کشورهایی که ویروس کرونا در آن شایع شد و همچنان درگیر این همه‌گیری. حکومت این کشور تلاش بسیار کرد تا شدت شیوع ویروس را از نظرها پنهان نگه دارد. همکاری با خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در ایران به شدت منع شده. بی بی سی اجازه حضور در ایران ندارد. اما ما با کمک شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهایی که در دوران همه‌گیری ویروس در ایران توسط کاربران همرسان شده به ایران سفر می‌کنیم. این روایت چند زندگی است. روایت مردمی که زندگیشان با شیوع کرونا سخت‌تر شده. اینجا ایران است در دوران کرونا. شامگاه 30 آذر، چند هفته پس از تظاهرات آبان ماه که در اعتراض به افزایش شدید قیمت بنزین شروع شد، اما خیلی زود به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد و با سرکوب شدید روبرو گشت، حالا اما زمانی برای پایکوبی است. در شب یلدا، بلندترین شب سال، سیزدهم دی ماه 1398، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فرودگاه بغداد توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. اللهم انهم محتاجون الى رحمتك. ضربه بزرگ به حکومت ایران. جمهوری اسلامی ایران اما کوشید از مرگ قاسم سلیمانی برای گرد هم آوردن میلیون ها نفر و نمایش قدرت استفاده کند، به ویژه بعد از هفته‌ها تظاهرات ضد حکومتی بی سابقه در این کشور. جنازه قاسم سلیمانی شهر به شهر در سراسر ایران گشت. از جمله افرادی که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردند، علی پورتباتبایی بود، خبرنگار خبرگزاری قم نیوز، رسانه‌ای اصطلاحاً اصولگرا و حامی حکومت که از انبوه جمعیت عزاداران در قم گزارش دهی می‌کرد. نمایی از بالای مجتمع عمرانیه داریم، بلبل پیامبر اعظم، میبینید که مردم جمع شدن، هر چیزن جمع کردن، میبینید تراکم جمعیت بیشتر میشه و انتهای جمعیت در مسجد معروف جمع کردن. علی پورتباتبایی بی خبر از آینده، بی خبر از حضور ویروسی که در میان جمعیت جولان میداد، بی خبر از بیماری که به سرعت جهانگیر شد، کووید 19. ایران برای اولین بار از دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران گفته این دو نفر از اهالی شهر قم هستند. در روزهای آخر بهمن این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. بیماری بستری شده در بیمارستانی در قم. کمی بعد از انتشار این ویدیو، خانواده این بیمار از مرگش خبر دادند. با وجود آنکه بیمار همه نشانه‌های ابتلا به کرونا را داشت، دولت و رسانه‌های داخلی وجود بیماری را تکذیب کردند. به نظر می‌رسد در آستانه برگزاری انتخاباتی که حکومت به مشارکت بالای مردم در آن احتیاج داشت، نظام شیوع گسترده کرونا در ایران را تکذیب کرد. یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن. بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در ایران، فشار حکومت بر رسانه‌ها بیشتر شد. اما علی پورتباتبایی، سردبیر خبرگزاری اینترنتی قم نیوز، به انتشار گزارش‌های ویدیویی ادامه می‌دهد. او هم مانند سایر رسانه‌های اصولگرا، مردم را به شرکت هرچه گسترده‌تر در انتخابات تشویق می‌کند. عوارضی قم و هیچ خبری اون قرنطینه مندینه که دوستان میگن اینجا ما نمی‌بینیم، چیزی خبری نیست و امن و امانه.
در واپسین روز پیش از انتخابات سرانجام دولت رسماً از حضور و شیوع ویروس کرونا در ایران خبر داد. شایعاتی از شیوع گسترده ویروس در ایران و مرگ چندین بیمار بین مردم و در اینترنت پخش شده. حالا تایید رسمی آن با تأخیر طولانی. الان دارم میرم در جلسه فوری آنی سریع بحران شرکت کنم در استانداری قم، ببینیم بهمون چی میگن و براتون بگم که وضعیت کرونا در قم خیلی وخیمه. علت وخیم بودنش رو هم نمیتونم شرح بدم، اما بدونید که وخیم است. سلام، من سید علی پورتاوزم. گزارش های این خبرنگار از قم ناتمام میماند. او در توییتی میگوید که ممکن است به کرونا مبتلا شده باشد. اندکی بعد این تصویر در اینترنت دست به دست می شود. چندین جنازه در بسته های پلاستیکی سیاه کنار هم قطار شدند. اینجا مرده‌شورخانه گورستان اصلی قم. ولی متاسفانه حجم مواد خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونا هستن که باید شسته بشن. اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید اون اتاقم. شیوع کرونا در ایران داشت اوج می گرفت که رضا به دنیا آمد. رضا فرزند اول مریم است و او نگران از بیمار شدنش. ما نام مریم را برای حفظ هویتش تغییر دادیم و صدایش را بازخوانی کردیم. ببین، واقعیتش وقتی که تصمیم گرفتم بچه دارشم، فکر هر چیز رو می کردم. فکر همه چیز، جز اینکه یه همچین اتفاقی بیفته. با گسترش ویروس و بالا رفتن شمار مبتلایان، مریم تصمیم میگیرد که با رضا در خانه بمانند. به خاطر اینکه الان نه از در خونه میتونیم بریم بیرون، نمیتونم جایی رو بهش نشون بدم. خب خیلی سخته. من خیلی بی‌قرارترم. خیلی ناراحت‌ترم از شرایطی که هست. چون احساس میکنم اینطوری بچه یه جورایی ترس از اجتماع پیدا میکنه. در جای دیگری از پایتخت، لیدای 31 ساله نگران ابتلا به ویروس کرونا است. ما نام لیدا را برای مخفی نگه داشتن هویتش عوض و صدایش را بازخوانی کردیم. من دقیقاً اون روزی که خبر کرونا در ایران اومد رو یادمه. یه ساعت عملاً نمیتونستم چای بخورم. از وحشت اینکه چیکار میخوام بکنم. لیدا و امیر تازه ازدواج کرده بودند. خونچه برانشان چند هفته قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران بود. بعد از 7 سال نزاع بی امان با سرطان قرار بود این شروع تازه‌ای برای لیدا باشد. به دلیل ضعف دستگاه ایمنی پس از درمان سرطان، او راهکار دیگری به جز خانه نشینی نداشت. لیدا کارش را هم از دست داد. چون بیماری زمینه‌ای دارم و الان آسیب پذیرترم، تمام هزینه های اومدن کرونا به این مملکت رو من باید بدم. هیچ حمایتی واسه کسایی که میخوان دورکاری کنن اصلا وجود نداره. سرانجام اوایل نوروز 99 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که اکثر شهرهای ایران قرنطینه میشوند. تهران حالا ساکت تر از همیشه. همسایه‌های محترم اقدسیه، اگر شما نیز همچون ما حوصله‌تان سر رفته است، به بالکن‌های خود آمده جان گلپا. بله، یه آهنگ از گلپا میذاریم برای حاج آقا طبق هشتم بازه صدر است. اما بعد از چندین هفته کوچک نمایی و مخفی کاری توسط حکومت، حالا برخی شهروندان قرنطینه در جریان همه گیری کرونا را جدی نمی گیرند.
همسایه های امیر و لیدا از جمله آنهایی هستند که مهمانی و شب نشینی ها را تعطیل نکردند که هیچ بیشترش هم کردند. صدای امیر هم برای محفوظ ماندن هویتش بازخوانی شده. و صدایی که دارین میشنوین صدای مهمونی همسایه‌مونه. هم راستشو بخواین حسودیمون میشه و اینکه ناراحت میشیم به خاطر اینکه این یه کار جمعیه و همه باید با هم مراقبت کنیم تا بگذره. میبینید که یه عده‌ای رعایت نمی‌کنن و ما مجبوریم که بیشتر و بیشتر و طولانی‌تر تو این قرنطینه خودخواندمون بمونیم. با وجود اعلام قرنطینه سراسری برخی از شهروندان به ویژه جوانترها راهی سواحل شمال ایران شدند. نوروز برای آنها همچنان فصل سفر است. از جمله این مسافران به شمال علیرضا جاپلقی، ورزشکار و پارکورکار جوان. مانند سایر نقاط جهان، حوصله بسیاری از جوانهای ایرانی مانند علیرضا از قرنطینه سر رفته. شبکه‌های اجتماعی میدانی تازه برای جولان دادن. علیرضا جاپلقی این تصویر از خودش و دوست دخترش را منتشر کرد. تصویری خلاف آنچه حکومت می‌خواهد از ایران نشان دهد. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در ایران اماکن مذهبی و مقدس شیعیان به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل می شوند. حرکتی که موجب تظاهرات و اعتراض برخی از مذهبیون در قم شد. هر کی گفته اینجا کرونا میگیره چون نفهمیده یعنی چی. سازمان بهداشت جهانی میگه چون اونا نه به خدا باور دارن، نه به ماوراءطبیعه باور دارن. با وجود آنکه قوانین قرنطینه چندان جدی گرفته نشد و بسیاری از مردم به گشت و گذارهای روزمره ادامه دادند، مغازه‌ها و اداره‌ها همچنان تعطیل ماند. اقتصاد نحیف ایران حالا نحیف‌تر از پیش شده. رئیس جمهوری ایران امروز تصمیم‌های تازه‌ای در مورد سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و عبور و مرور اعلام کرده. از جمله که کسب و کارهای به گفته او کم خطر می‌توانند فعالیت خود را در همه استان‌ها به جز تهران از هفته آینده از سر بگیرند. بعد از حدود یک ماه و با رقم رسمی حدود 5500 کشته بر اثر بیماری، دولت ایران قوانین قرنطینه را آسان‌تر کرد. با پایان ماه رمضان بخش قابل توجهی از محدودیت‌های قرنطینه لغو شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران شیوع ویروس را کنترل کرده. یعنی ما وقتی میگیم وضع ما از اروپا بهتره و اونا وضعشون از ما بدتره، وا حسینا نمیدونید این ماهواره ها چه خاکی به سر میکنن، چه عصبانیتی. دو ماه پس از برداشته شدن محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران، بیمارستان‌ها بار دیگر شلوغ. من دوربین رو برمیگردونم و شما مشاهده می‌کنید که تمام تخت‌ها پر هستش. کادر درمان شبانه روز اینجا دارن تلاش میکنن که وضعیت اینجا ساماندهی بشه. تصاویر تازه از بیمارستان‌هایی که بیماران مبتلا به کرونا در آنها نگهداری می‌شوند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند. صدای پرستاری را که این ویدیو را بر شبکه‌های اجتماعی هم رسان کرده برای امنیتش بازخوانی کردیم. بیمارستان‌های دولتی
اکثرا دیگه قدرت مالی ندارن که داروهای بسیار گرون قیمت رو برای مریضا تهیه کنن. به خاطر همین به خانواده مریض میگن اگه همراهتو دوست داری برو اینا رو براش تهیه کن بیار بهش بزنی. داروی رمدیسیویر 40 میلیون تومان هزینه شه. اون طرف هم یه سری بیمارایی هستن که برای بستری تو نوبت هم. بستری تو اتاق معمولی نه آیسی. اکسیژن هم داره تو حیات گذاشتن، اینا مجبورن شب و بخواب. اینجاست که حکومت تایید میکند که ایران در میانه موج دوم شیوع ویروس کرونا قرار دارد. تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند. 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود. به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا از کنترل خارج شده و نارضایتی عمومی هم در حال افزایش است. حکومت ایران از همان شیوه همیشگی استفاده می کند. تکذیب اخبار، بازداشت مخالفان و تهدید به برخورد با کسانی که اخبار غیر رسمی منتشر می کند. در میان دستگیر شدگان علیرضا جاپلقی، پارکورکار ایرانی. مقامات قضایی ویدیویی که از اون منتشر شده را برخلاف عفت عمومی و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشخیص میدهند. ما دستور قضایی اومده، شما باید بیاین یه سری سوال جواب بدیم. ما اگه با پلیس بیایم و اینا، ماشین پلیس بیایم جلو در و جلو همسایه‌ها آبروریزی میشه، زشت، خودت بیای بهتره و فلان و اینا. علیرضا جاپلقی که با وثیقه آزاد شده فرار را برقرار ترجیح می‌دهد. مقصد او عبور از مرز و ورود به ترکیه است که مرزهایش را در دوره شیوع کرونا بر ایرانی‌ها بسته. آره خیلی سخت. دودلی بدی کردی من داشتم اذیت می‌شدم. من دیگه علیه زده لمسم لحاظ ذهنی خیلی مشخص است. وضعیت ذهن چطوریه؟ هم برای خودم هم برای بیرون دیگه لمسم. شب مرز ایران و ترکیه. علیرضا جاپلقی و گروهی از مهاجران افغان میکوشند که از مرز عبور کنند. شلیک سربازان ایرانی اما ما نمی شود. علیرضا به ناچار در یک خانه روستایی پناه می‌گیرد و به دوستانش خبر می‌دهد. نه مثل اینکه فعلا شرایط اوکی نیست، دارم بررسی میکنم. چرا بس سنگینه گرفتنش، مرز رو بستن فعلا، یعنی شرایطش خطرناک. در آغاز مرداد دولت ایران میگوید که به رکورد تازه از مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور رسیده. 229 مرگ در یک روز، رقمی متناقض با آمار غیر رسمی. نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی قم. علی پورطباطبایی سردبیر وبسایت قم نیوز بار دیگر دوربینش رو روشن کرده و از روند حوادث گزارش تهیه می‌کند. نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی قم در رابطه با بحث کرونا در قم. به عنوان یک اصولگرا او دولت حسن روحانی را مقصر شیوع ویروس می‌داند. سوال اولم در رابطه با همین بحث آمار مرگ و میره. ببینید آمار مرگ و میره فصل زمستان و بهار توسط ثبت احوال 2-6 ماه پیش سر هم یه آمار 40 هزار تایی فوتی اضافه در کشور داشتیم. بنابر آمار دولتی طی 6 ماه گذشته تنها 14 هزار نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشتند. معیار ما افراد تست مثبت. هر تعداد که مثبت هم دنیا هم همین ها. تمام آماری که دنیا اعلام میکنه افرادی هستن که PCR هستن. حکومت در ایران از انتشار آمار و ارقام دقیق و به جزئیات تفره میرود. اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و اثرش بر زندگی روزمره مردم پنهان کردنی نیست. اقتصاد ایران که در بیش از 2 سال گذشته بر اثر تحریم‌های آمریکا به شدت آسیب دیده بود، حالا با یک بحران جدی روبروست.
ارزش ریال ایران در دوران شیوع کرونا بار دیگر به شدت افت کرد. لیدا که کارش را از دست داده به همراه همسرش امیر در تأمین نیازهای روزمره دچار مشکل شدند. دیگه چی میخواییم؟ قارچ برداریم؟ قارچ چنده؟ روش قیمت نخورده. اون یکی چی؟ اون چند وقت پیش 10,000 تومن بود، الان شده 15,500. قارچ صده پیاز چه 41 تومن شده، تا همین چند وقت پیش 15,000 تومن بود. هزینه زندگی روز به روز بیشتر می شود، درآمدها اما نه. این کره بادوم زمینی جیف قبلن 20,000-30,000 تومن بود، الان شده 85,000 تومن. حالا ترجیح میدیم از ایرانیاش استفاده کنیم. آره، اسمارتیز کوچیک 100 گرمی امنس 37,000 تومن. اینا دیگه خیلی دیگه لوکس شدن. دولت که در این اوضاع اقتصادی به نظر میرسد توان یا تمایلی برای بازگرداندن محدودیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مشاغل را ندارد، مردم را برای شیوع دوباره ویروس سرزنش می‌کند. آن دسته که قوانین مرتبط با فاصله گذاری اجتماعی را نادیده می‌گیرند. آقا من می‌ذارم سلامتی دنیا و دنیایی که توش کرونا نباشه. من تا پریروز که یکی از دوستایش همه اون نگرفته بود داشتم فکر میکردم که این اتفاقی یه چیز علکیه. ما همه ایرانی ها در طی سالیان انقدر تحت آپریشن و سرکوب بودیم که الان هم اگه تو برگردی به بگی که سرکوب بیشترت میخواییم بکنیم، حالا حتی اگر دلیلش علمی باشه باهات لج میکنم و سعی میکنم یه جوری اینو دور بزنم. لج نیست، چیزی برای از دست دادن نداریم دیگه. مخالفت با حکومت در ایران بی هزینه نیست. یک ماه پس از تلاش علیرضا جاپلقی، ورزشکار جوان، برای عبور از مرز و رفتن به ترکیه، سرنوشتش هنوز در ابهام است. شبکه‌های اجتماعی او هنوز غیر فعالند. همه جا پر شده که او ممکن است پس از عبور از مرز توسط دولت ترکیه به ایران بازگردانده شده باشد. اطلاعاتی درباره وضعیت کرونا در ایران که در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفته از آمار و ارقامی تکان دهنده پرده برمی‌دارد. حرف و حدیث درباره شمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا بسیار است. حتی برخی مقامات و طرفداران حکومت هم آمار رسمی منتشر شده را به چالش می‌کشند. بر اساس این داده‌ها شمار واقعی کسانی که به دلیل کرونا در ایران جان دادند و یا مشکوک به ابتلا بودند تا 10 روز پیش نزدیک به 42,000 نفر بوده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی. بر اساس این سندها که بی بی سی به آنها دسترسی پیدا کرده، شیوع ویروس کرونا در ایران به اوایل دی ماه باز می‌گردد. همان موقع که میلیون ها نفر برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی در خیابان ها بودند. اولین مورد مرگ ثبت شده بر اثر کرونا درست 2 هفته بعد از همین مراسم است. 8 ماه بعد، همزمان با افزایش دوباره شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، هزاران نفر بار دیگر به خیابان ها آمدند. ماه محرم از مهمترین روزها در تقویم شیعیان. ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. برا داغ تو مشتعلم تو... نه چرا ما میتونیم عزاداری کنیم، چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیت های کمتر
حکومت میگوید مردم میتوانند با رعایت ضوابط بهداشتی جمع شوند و عزاداری کنند. اما همزمان با برگزاری مراسم مرتبط با روز عاشورا، برخی صحبت از احتمال سومین موج شیوع کرونا در ایران می‌کنند. برای مریم، مادر جوان، انگار تاریخ خودش را تکرار می‌کند. من از ترس کرونا فرار کردم یه جوری از تهران، چون میگن تو تهران خیلی زیاد شده. حالا یه خبری هم هستش که توی بی بی سی اعلام شد که تعداد کشته‌ها و مبتلاها خیلی بیشتر از این چیزی بوده که اعلام کردن. او برای در امان ماندن از ویروس و پس از ماها خانه نشینی به یک روستا نقل مکان کرده. رضای کوچولو برای نخستین بار زندگی را در خارج از محیط خانه تجربه می‌کند. یکی از مشکلات دوران کرونا برای بچه‌هایی که تازه به دنیا آمدن، یه ساله، دو ساله، اینه که آشنایی با بیرون رو براشون مشکل کرده. ببین، ما از وقتی که پسر منو آوردیم اینجا و از تهران خارج شدیم، واقعیت اینه که حتی تکون خوردن برگ درخت ها براش خیلی جالبه. یعنی یه طور عجیبی به درخت ها نگاه میکنه وقتی که باد میاد. یا همین صدای آب براش خیلی جالبه.